سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز با اخبار مربوط به شهادت شهید اسماعیل حنیه رهبر جنبش حماس که در ایران به شهادت رسید در خدمت شما هستیم خبری که یک و چل و پنج بامداد شب گذشته اتفاق افتاد خیلی ها رو در بحت فرو برد و چاره حیرت کرد و خیلی ها رو با این سوال جدی رو برو کرد که بعد از این چه خواهد شد ایران در واکنش به این مسئله چگونه رفتار خواهد کرد میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه چیزهایی داره اتفاق میفته باز هم تاکید میکنم برای تحلیل ماجرا و برای سبک و سنگین کردن آن چیزی که اتفاق افتاده بسیار زوده اصلا فعلا ورود کردن به این مسئله به نظر من خیلی دقیق نیست تحولات میدان رو با هم مرور میکنیم اتفاقاتی که رخ داده رو با هم مرور میکنیم کمی بدتر میرسیم به جزئیات و درباره جزئیات مفصل صحبت کنیم من خدمت شما اول عرض بکنم 8 تا دقیقه فردا پیکر متحر ایشان تشریح خواهد شد و نماز بر این پیکر متحر توسط رهبر ایران اقامه خواهد شد خیلی سریع کمی بعد از این ماجرا آقای خالد مشعل رهبر دفتر سیاسی جنبش هماس به اصطلاح خودمون به عنوان جانشین آقای اسماعیل حنیه انتخاب شدند که امیدوار هستیم رهبری ایشان و دوره ایشان با پایان رژیم ناپاک در منطقه غرب آسیا همراه باشه اثر نظرهای مختلفی مقامات ایرانی داشتن من فقط یه نکته داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم تمام ترورهای مربوط به هماس در ایام اخیر حداقل چهار تا چهره آخری که از هماس ترور کردن اینها کسانی هستند که در داخل این گروه به ایران خیلی نزدیک ترند به ایران خیلی نزدیک ترند تا دیگران و پیام های خاص خودش رو داره اولا تلاشی هست به جهت اینکه آنهایی که به ایران نزدیک هستن در این جریان حس بشوند توهی بشوند دوم اینکه نسبت به ایران گارد به وجود بیاید سوم اینکه یادآوری بشود ایران جای امنی برای کسانی که به آن تکیه کردن نمی باشد و هزار و یک مسئله دیگر حالا این به معنا نیست که افرادی که در حماس هستن مجبور میشن چرخش خودشون رو به سمت ترکیه و قطر بیشتر کنن ها. نه پیام طرف مقابل مشخصه اونا که اصلا التماس دعا اونا خودشون رو خرج شما نخواهن کرد ولی ایران هم تش بخوای بشه اعتماد بکنی این شکلی میشی آیا ایران میفهمه که طرف مقابل همچین پیامی رو داره مخابره میکنه به کسانی که روزی نگاهشان به ایران بوده است و همچنان به ایران است در پاسخ به شما فقط یک نکته باید ارز بکنم اگر اینها رو ایران نمیفهمید و اگر متوجه نمیشد که همچین پیامت های مسئله تا اینجا براش داشته و این پیام رو دارن به دوستان و دشمنانش مخابره میکنن هیچ موقع از کلمه مجازات و خونخواهی در صحبت های رهبر ایران استفاده نمیشد جنس ماجرای شهادت آقای اسماعیل هنیه حتی از ماجرای حاج قاسم هم متفاوت تره. این کلمه من این جمله من در حال حاضر توسط هیچ کدام از شما دوستان عزیز فهم نخواهد شد اهمیت مسئله رو برای ایران دارم میگم حیثیتیه آن چیزی که رخ داده است برای ایران حالا میریم جلوتر نوع رفتار ایران همه را با این حقیقت رو به رو خواهد کرد اجازه بدید عبور بکنیم نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرده که پاسخ ترور عملیات ویژه است اما سختتر و پشیمان کننده تر ما شاهد سخنرانی البته پیامه سرلشکر باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بودیم که ایشان در پیامی تاکید کردند شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس را زمین ساز اتحاد هر بیشتر جبهه مقاومت اسلامی و جهان اسلام و شکست به مراتب دردناکتر از گذشته برای اسرائیل میدانیم و تاکید کردم بر اینکه خونخواهی را بخش کوچکی از حق ایران میدانیم بخش کوچکی از حق ایران به خاطر اینکه یه بخشش اینه که مهمان در ایران کشته شده یه بخشش اینی که عملیات در پایتخت من صورت گرفته بعد از پیام امروز رهبر ایران تقریبا تمام مقامات رژیم صهیونیستی و کارشناساشون دارن روی این تاکید میکنن که رژیم درش نقشی نداشته یکی از نظامی هاشون اظهار نظر کرده گفته رژیم نقشی نداشته بعد آمریکایی هم گفتن ما هم اطلاع نداشتیم یعنی مثلا به نظرت ممکنه طالبان اومده باشه اسماعیل هنیه رو کشته باشه یا چقدر درصد ممکن داره که کره شمالی از این قضیه نف برده باشه یا مثلا شاید فرانسه یا ایتالیا چه میدونم شاید هم ونزوئلا تو این قضیه شه ها نه مشخص است که ایران باید چه کسی رو بابت این مسئله پاسخگو بکنه و این چیزی هست که طرف مقابل به خوبی فهمیده من لازم هست خدمت شما عرض بکنم بعد از پیامی که آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران منتشر کردن اظهار نظر دیگری از ایشان روی خروجی رسانه ها رفته توجه ها رو به خودش جلب کرده ایشان تاکید کردن سحیونس ها به زودی نتایج اقدامات بزدلانه و تروریستی خود را خواهند دید من یک اصال, اصال نظر دیدم از مقامات رژیم سحیونسی که گفته بودن در این ماجرا نقشی نداشتیم آماده ایم از خودمون در برابر ایران دفاع کنیم میدانن چه اتفاقی افتاده میدانن که ایران چه چیزی در ذهن دارد و میدانن که ایران از این مسئله هرگز کوتاه نخواهد آمد و باز می میکنم خدمت شما از نگاه ایران مسئله اصلا فلسطینی نیست مسئله ایرانیه مسئله ایرانیه ببین من هر کجا خاصی میام می نویسم امضا می کنم اعتراف می که اصلا سیستم اطلاعاتی من سیستم امنیتی من جدی داره ضعفی جدی داره من اون چیزی که فهمیدم اینه که باید یک درسی بدم و کاری بکنم که تو دفعه بعد بفهمی که این سیستم اطلاعات تعطیل ها از نگاه من و این کاری نمیتونه بکنه ها از نگاه من و من هر جایی بخوام میتونم ترور انجام بدم ها ولی آیا ارزشش را دارد من اگر بتونم تو رو با این به اصطلاح خودم پیام رو به رو بکنم فردا سیستم اطلاعاتی من خواب هم که باشه نمیخوام بگم سیستم اطلاعاتی من ضعیف باشد یا نباشد سیستم اطلاعاتی من خواب هم که باشه تو میفهمی که در داخل ایران اقدامی نباید بکنی به چه دلیلی نباید بکنی چون هزینه های ترسناکی ها میتواند داشته باشد ایران این رو امروز بهتر از هر کسی فهمیده و میدونه اگر به این ماجرا پاسخ قاطع ندهد این غلط سلاخ های ورشکسته تر خواهد شد این هم بگم در داخل ایران هیچ کس برای باور نیست که سهیوریس این اقدام رو انجام دادن نه این جوجه ها به تنهایی خودشون رو جمع نمیتونن بکنن کسان دیگری هستند که این اجازه را برای سهیوریس صادر کردند. همونهایی که تاکید میکنن میگن ما اصلا از عملیات صورت گرفته خبر نداریم امروز پرچم قرمز انتقام پرچم خونخواهی بر فراز گنبد مسجد جمکران به احتضاز در اومد خبری که توجه ها رو به خودش جلب کرد و در رسانه های منطقه ای هم با قابل ملاحظه ای داشت اظهار نظری را شاهد بودیم امروز از عضو هیئت ایران در نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده من گسترش تسلیحات هسته تحت این عنوان که شهید اسماعیل هنیه ترورش نقض فاحش اصول اولیه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل بود و مقابله با این اقدام تروریستی حق حاکمیت ایران می باشد وزیر خارجه ایران یعنی وزارت خارجه ایران اصار نظر مشابهی داشته روزها در مصاحبه دیگر و اظهار نظر دیگر ماجرا را محکوم کردن مقاومت لبنان بیانیه دیگری صادر کرده مقاومت عراق در پیامی بر این مسئله اشاره کرده بر این مسئله تاکید کرده که آنچه رخ داد باز شدن در پای جهنم به روی رژیم سهیونیستی می باشد. پاکستان پاکستان از دیگر کشورهایی بوده که به محکوم کردن ماجرا پرداخت سی در گزارشی گفته آقای اسماعیل هنیه قصد داشته در حوزه توافق با رژیم صهیونیستی اقداماتی رو انجام بده بر سر مسئله اوسرا و این رو این اقدام رو دولت نتانیاهو انجام داده به جهت اینکه این معادله اوسرا سر, بی... سر, نگیره و با چالش رو بروش ما اصلا با تحلیل های این و اون کاری نداریم ما یه چیزی میفهمیم مهمان در خانه ما کشته شده مهمان در خانه ما کشته شده است واکنش ایران چگونه خواهد بود کمی صبور باشید کمی صبور باشید ایران به شیوه خودش یادآوری خواهد کرد که این مسئله چه هزینه هایی میتواند داشته باشد خیلی جاها الان داره درباره این صحبت میشه که آقا اینو تو قطر نکشتن تو ترکیه نکشتن اگه تو تونلای غزه بود براش امتر بود تو تهران زدن کشتنش ببین من یه چیزی ساده خدمت شما عرض بکنم رفیق عزیزی که این حرفا ممکنه در ذهنت رژه یا اینها رو جاهای مختلف کامنت بکنی الای قربونت برم توی ترکیه و قطر اینا که تکلیفشون روشنه با اونا نانوشتهایی هایی دارن بر اساس اون نوشته هیچ اقدام نخواهند کرد اما 2010 یکی از رهبران حماس تو امارات اینا زدن یه نفر در جهان اسلام جیگر نکرد بگه من انتقام میگیرم یک نفر جرأت نکرد در سرتاسر سر این جغرافیای اطراف ایران بگه من انتقام میگیرم بله در داخل ایران ترور انجام شده من من تفاوتم با تک تک کشورهایی که اسم بردی و میتونی اسم ببری و کشورهایی که میتونی اسمشون رو بغل هم صف کنی این هست که اگر در کشور من اتفاق بیفته من کاری میکنم که طرف مقابل بفهمد این ماجرا امکان تداوم دادن نداره حرف من امروز عجیبه ها یه زمانی ما برگشتیم گفتیم سفارت ما رو زدن پاسخ میدیم در 15 آوریل برای همه روشن شد که منظور ایران چه بود این ماجرا هم روشن خواهد شد کمی صبور باشید اینها که من عرض کردم تهدید نیست رجسخانی نیست اتفاقا روایت میدان هست و شرح آینده اتفاقات بر اساس آن چیزی که امروز داریم به چشم میبینیم نکته دیگه ندارم اگر شما نکته ای داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر